این هفته حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین آیا هوش مصنوعی راه حله؟ پلی‌استیشن 5 در مقایسه با ایکس باکس سری ایکس چطوره؟ و میزان استرابی که به مغز موقع رانندگی وارد میشه چقدره؟ با این سرعت نمیشه پیچید، میشه؟ خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. دوران کرونا برای بسیاری از پدر و مادرها بسیار سخت بوده. علاوه بر اینکه بایستی از خونه کار میکردند، بلکه بایستی به بچه هاشون که به مدرسه نمیرفتند هم رسیدگی میکردند. بسیاری از اونا به بچه ها یک دستگاهی میدادند تا سرشو گرم کنه بدون اینکه بهش نظارت کنن، یعنی به خاطر اینکه گرفتار بودن فرصت نمیکردن اونطور که باید و شاید ببینن اونا دارن با این دستگاه چیکار میکنن، چه میبینند. این هم از اون معضلاتیه که پدر و مادرها اکثرا باهاش دست به گریبانن، چه کرونا باشه چه نباشه. برای همین فکر کردیم در این برنامه بریم سراغ راه‌حل‌های فناورانه، در این حال ببینیم که در این راستا چه کارهایی از دست قانونگذاران و شرکت‌ها برمیاد. این صوفیه 13 ساله بود که خودش رو کشت. Like many parents, we'd given Sophie a phone and we gave her that at the age of 12. ما هم مثل خیلی پدر و مادرها برای سوفی موبایل خریدیم. اون موقع 12 سالش بود. چند ماه بعد فهمیدیم که چیزای خیلی ناجور میدیده. چیزایی که به نظرم برای هیچ کس مناسب نیست. بچه به اون سن که هیچ. Well, in my view, anyone but certainly a child of her age. سوفی مشکل افسردگی و میل به خودکشی داشت. Really hard bit for us was after Sophie died and we interrogated her iPad, we found some really difficult imagery. بدترین قسمتش اونجا بود که بعد از مرگ سوفیا آیپدش رو نگاه کردیم و دیدیم عکسای خیلی آزاردهنده داشته. راهنمای این که چطور خودش رو بکشه و شیوه مناسب چیه. دیدن این چیزا بعد از مرگش خیلی خیلی سخت بود. آدم ها خیلی راحت پدر و مادر رو سرزنش میکنن، میگن برای چی به بچه 12 ساله موبایل دادیم، در حالی که ما هم توی خونه روی اینترنت قفل کودک گذاشته بودیم، هم توی مدرسه اینترنتشون محدود بود. ولی از یه موقعی کم کم آزادی بیشتری به بچه میدی. ما وقتی سوفی 13 ساله شد بهش اجازه دادیم با برادر بزرگش سوار اتوبوس بشه. اینترنت هم که همه جا هست. برای من واقعا سواله که والدین چقدر میدونن، چند تاشون دقیقا میدونن تو موبایل بچه 13، 14، 15 سالشون چه خبره؟ اخیراً ویدیوی خودکشی یک مرد جوان روی فیسبوک منتشر شد و بعد هم رفت روی بسترهای دیگه از جمله تیک تاک و چند روزی طول کشید تا برداشته بشه. اینستاگرام اخیراً اعلام کرده از هوش مصنوعی بیشتر استفاده میکنه تا اینجور محتوا رو در حسابای کاربری واقع در اتحادیه اروپا پیدا کنه. بعد که پیدا کرد کاری میکنه تا کمتر دیده بشن و در موارد خیلی حاد حذفشون میکنه. اما این مشکل همه جای این صنعت دیده میشه. یکی از طرحهایی که برای کمک به رفع این مشکل ایجاد شده یک پلتفرم ردیابی ویدیو با هوش مصنوعی به اسم Safe to Watch که ما توی یکی از قسمت‌های برنامه تلویزیونی هارلوتس آزمایشش کردیم. So the software is set to detect کار این نرم افزار اینه که تصاویر حساس رو پیدا کنه، بعد از اینکه پیداش کرد روش رو میپوشونه و دیگه کسی اونو نمیبینه. هدف کلی این نرم افزار اینه که بتونه ویدیو رو همزمان با پخش بررسی کنه. در نتیجه اگه تصاویر از برهنگی یا خشونت باشه که بچه نباید ببینه، جلوش رو پیش از اینکه به وسیله یا دستگاه بچه برسه میگیره. اصل کار درک کلامیه، یعنی اینطور نیست که هوش مصنوعی صرفا تصاویر رو نگاه کنه، اون تصویر رو میذاره در بستر چیزایی که پیرامونشه از جمله صدا. بنابراین سیف تو واچ میتونه اینجور تصاویر نامطلوب رو در کارتونا و انیمیشن ها تشخیص بده و جلوی خطر رو بگیره. این فناوری خیلی نوپاست، هنوز ایرادات زیادی داره و به کارایی بهینه نرسیده، ولی اهداف بزرگی داره. سازندگانش امیدوارن روی هر نوع محتوا از جمله ویدیوهای خانگی عمل کنه. ما هرگز اجازه نمیدیم پدر و مادر ببینن فرزندشون داره چی کار میکنه. این نکته حیاتیه برای اینکه باید اعتماد بچه‌ها رو جلب کنیم.
این برای موثر بودن فرایند امنیتی بسیار بسیار مهمه. ابزار ویدئویشون هنوز تکمیل نشده، ولی ابزاری که به کمک هوش مصنوعی برای نظارت بر صفحه کلید درست کردند از پارسال آماده بوده و استفاده میشه. هر وقتی که کاربر چیز ناخوشایندی بنویسه هشدار میده و اگه حس کنه حالتون خوب نیست پیشنهاد کمک میده. هر یک از ما میتونیم گامهای کوچیکی برای محافظت از بچه‌ها در مقابل محتوای مضر برداریم. بیشتر ISP‌ها این امکان رو به پدر و مادر میدن که روی اینترنتشون قفل بذارن تا بعضی از سایت‌ها باز نشه، و بیشتر دستگاه‌ها در تنظیماتشون بخش کنترل والدین دارن که خیلی راحت میشه فعالش کرد. اما شاید یک راه حل فناوری نتونه مشکل برآمده از فناوری رو حل کنه. شاید باید برگردیم به سرچشمه و مسائل خیلی پایه‌ای‌تر. فرض کنید شما یک کودک 11 ساله اید که اولین وسیله فناورانه رو دادن دستتون. من به عنوان یک بزرگتر بعد برای ایمنی شما چه بکنم؟ همونطور که وقتی سوار اتوبوس میشین یا هر کار دیگه میکنین، حواسم به امنیتتون هست. مثل اولین باری که سوار دوچرخه میشین که چرخ کمکی داره و بعد به مرور برشون میداریم. در این باره فکر میکنیم که کی چرخ کمکی رو برداریم. در مورد فناوری هم باید به بچه یاد داد که تفکر انتقادی داشته باشه. دکتر پاپادوپولوس معتقد یکی از مهمترین نکات اینه که پدر و مادر در بچهشون حس اعتماد ایجاد کنند تا اگه روی اینترنت با مشکلی مواجه شدند راحت در موردش صحبت کنند. نکته اول اینه که اصلا نامناسب یعنی چی؟ نکته دوم اینه که حتی اگه نمیدونی چیزی مناسبه یا نامناسب، اگه معذبت میکنه بیا با من صحبت کن. و نکته سوم این که پیش از این که واکنش نشون بدی قدری تأمل کن. همین الان اگه شما توی اون نوار بالای مرورگرت بعضی کلماتو بنویسی، یا توی حساب فیسبوکت یا توی اینستاگرام هر جا اون کلماتو بزنی، امروز هم همون تصاویر و ویدیوهایی پدیدار میشه که وقتی صوفی زنده بود دید. صوفی 6 ساله که مرده. فکر میکنم همین یه نکته نشون میده چقدر این شرکت ها کنترل رو جدی میگیرن و چقدر سریع چیزایی رو حذف میکنن. واضحه که به اندازه کافی سریع حذف نمیکنن تا جلوی آسیب به بچه ها رو بگیره. ما سالهاست این موضوع رو میدونیم. شرکت های فناوری به هیچ وجه کارهای لازم برای اینکه خدماتشون برای کودکان بی خطر باشه نکردن، و این رو میدونیم که این شرکت ها برای طراحی و تولید هر محصولشون انتخاب هایی میکنن و تصمیم هایی میگیرن، مثلا برای اینکه چطور محصولشون توجه بیشتری جلب کنه یا وقت بیشتری روی پلتفرمشون صرف کنیم. کاری که این شرکت‌های بزرگ باید انجام بدن توجه به ایمنی در مرحله طراحیه، برای اینکه عامل تعیین کننده این انتخاب هاست. اینکه یه ویژگی در برنامه باشه یا نه، اینکه اون ویژگی چطور به برنامه اضافه بشه، اینکه از الگوریتم مسئولانه و اخلاقی استفاده می‌کنید یا نه. این انتخاب هاست که باعث میشه محتوای مضری مثل خودآزاری یا خودکشی از پلتفرمی حذف نشه. ما به طور مشخص نگران بدام افتادن کودکان و نوجوانان و سوء استفاده جنسی هستیم. تحقیقاتمون نشون میده که از هر 25 نوجوان یکی روی شبکه‌های اجتماعی از یه آدم بزرگ پیغام گرفته که عکسی یا فیلم جنسی از خودش بفرسته، یا اینکه چنین محتوایی از یه آدم بزرگ دریافت کرده. ما میدونیم که طراحی و طرز کار بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی طوریه که این خطر رو بیشتر می‌کنه. مثلا شما همون الگوریتمی رو که مدام به همه دوست پیشنهاد میده در نظر بگیرین. ما میدونیم که خلافکارها از این ویژگی سوء استفاده میکنن و هی صفحه رو از نو بارگذاری میکنن و هر بار تعدادی کودک و نوجوان جدید بهشون معرفی میکنه. این درست مثل ایمیل هایی که برای کلاهبرداری به آدم میفرستن. اصل کار یه چیزه، اینکه با تعداد زیادی بچه تماس بگیری با علم به این که تعداد نسبتاً کمی از اونا ممکنه روی اون درخواست دوستی کلیک کنن و همونجا فرایند سوء استفاده شروع میشه. کار پدر مادرها واقعا سخته، و وقتی میبینین با چه سرعتی اپلیکیشن ها و سایت ها و بازی های جدید ظاهر میشن و همه گیر میشن، خیلی دشواره که پدر و مادری بخواد همپای این تغییرات پیش بره و عقب نمونه. متاسفانه بچه ها در هر حال روی اینترنت در معرض محتوای نامناسب و حتی رفتار مضر کاربرهای دیگه هستن. وقتی چنین چیزی رخ میده، مهمترین کار اینه که به جای گرفتن وسیله که واکنش بیش از حدیه و هیچ تضمینی هم نیست که امنیت فرزند شما رو تأمین کنه، بشینین و در موردش باهاش صحبت کنین.
این هفته اوبر واحد ماشین خودرانش آرورا و تاکسی هواییش الیویت رو فروخت. هنوز نسل پنجم موبایل 5G رو تجربه نکرده نوکیا پرچمدار پروژه اروپا برای توسعه نسل ششم یا 6G شد. و ژاپن برای مقابله با کاهش فرزندآوری به هوش مصنوعی روی آورد. قرار 19 میلیون دلار خرج طراحی سامانه‌ای بشه که با در نظر گرفتن علایق و ارزش‌های افراد زوج‌ها رو بهتر با هم جور کنه. انویدیا راهی پیدا کرده تا مدل‌های هوش مصنوعی رو با بررسی تعداد کمتری تصویر آموزش بده. شبکه عصبی پیشرفته انویدیا موفق شده با دیدن 10 تا 20 برابر تصویر کمتر به سبک نقاشی‌های مشهور اثر هنری خلق کنه. در یک آزمایش دیگه این شبکه با بررسی کمتر از 1500 عکس تونسته تصویر بافت‌های سرطانی رو تولید کنه. اگر 330 هزار دلار پول اضافه دارید میتونید رباتی بخرید که هم براتون آشپزی کنه و هم ظرفاتون رو بشوره. الگوریتم‌های ربات مولی کیچن بر اساس حرکات انسان آموزش دیدن تا بتونه مواد لازم رو برداره، اونها رو مخلوط کنه، روی گاز آشپزی کنه و بعد هم غذا رو بکشه. و در پایان دانشگاه MIT یک حلقه بسکتبال متغیر ساخته که با پیشرفت بازیکن کار رو براش سخت‌تر می‌کنه. این سامانه به لطف حسگرهایی که حرکات توپ رو دنبال می‌کنند، وقتی بازیکن مرتب توپ رو وارد حلقه می‌کنه، حلقه رو تنگ‌تر می‌کنه و اون رو بالاتر می‌بره. به گفته سازندش این سامانه به درد بازیکنانی می‌خوره که امکان داشتن مربی خصوصی رو ندارن. جشنواره گود بود که از محبوب‌ترین مسابقات اتومبیل‌رانی و موتورسواری در سراسر جهان که هر ساله میزبان مجموعی از جذاب‌ترین و منحصر به فردترین خودروهای مسابقه‌ای و جاده‌ای که در بخش‌های مختلف به رقابت می‌پردازند یا حرکات نمایشی انجام می‌دهند. گزارش اسپنسر کلی رو ببینید از جشنواره امسال. یکی دو هفته پیش هفته سرعت گودوود بود و صدها خودروی مسابقه‌ای توانشون رو به نمایش گذاشتن. البته امسال برنامه به خاطر کرونا تماشاچی نداشت، ولی میلیون‌ها خوره ماشین به طور آنلاین گرون‌ترین و تاریخی‌ترین خودروهای دنیا رو دنبال می‌کردن. ولی این یه چیز دیگه است. پورشه تایکان توربو اس به ارزش 138 هزار پوند با حداکثر سرعت 257 کیلومتر بر ساعت و با توان 761 اسب بخار و چون خودروی برقیه قطعاً با فاصله از بقیه جلو میزنه. بدیهیه که نمیذارن من خودم با این توی پیست برونم. ظاهراً میذارن من خودم با این توی پیست برونم، البته به شرطی که قبلش یه چیزهایی بپوشم تا امواج مغزیم رو با این هدست ثبت کنن و سطح استرابم رو هم با این ساعت هوشمند بسنجن. هدف این دو کار اینه که بدونن بدن ما موقع فعالیت‌های مضطرب کننده چجوری فعالیت می‌کنه و بعداً بتونن بهترین راه آمادگی ذهنی رو برای این دست از فعالیت‌ها پیدا کنن. پس بزن بریم یکم مضطرب شیم. فقط مونده که بدونم این رو چجوری برونم. بزن بریم. اوف جانمی خیلی سریعه. دوباره راه می‌افتم. خیلی تنده. با این سرعت نمیشه پیچید، میشه؟ شد. اما این همه هیجان با امواج مغزی آدم چه کار میکنه؟ بعد از مسابقه رفتم سراغ دکتر تونی استفرد که ببینم وضع امواج مغزیم چطور بوده. موج مغزی بهترین مشخصه یه که نشون میده مغز آدم موقع یادگیری یه کار جدید چطور عمل میکنه. انتظارتون اینه که موج مغزی یه راننده خودروی مسابقه آماتور یا یکی مثل من که هیچ وقت ماشین مسابقه نرونده چجوری باشه؟ انتظارم اینه که راننده تازه کار بتا بیشتر داشته باشه، مغزش بیشتر فعالیت کنه و کمتر بتونه روی عمل مشخص رانندگی تمرکز کنه. خب اگر یکی مثل لوئیس همیلتون باشه چی؟ قاعدتاً باید مثل کسی باشه که در حال مدیتیشنه. موج مغزش باید آروم باشه چون بارها در چنین موقعیتی بوده و این کار کرده. ولی چون من مدیتیشن نکرده بودم جاهای سخت پیست امواج بتای مغزم سر به فلک میزد. این یه مانه است. مانه. یواش کن. چیزی نمونده بودا.
اون جهش بتا به نظرم مال همون مانعه. یا زامن چاقو. من 80 ثانیه پام رو گذاشته بودم رو گاز، عربده می زدم که چقدر تون میره. نمودار شما چی میگه در مورد این 80 ثانیه؟ اینجا بتا پایین تره. چون داشتم مستقیم میرفتم، نه؟ میخواستم همینو بگم. اینجا لازم نبود به اندازه جاهای دیگه فکر کنی. احتمالا همچنان میگفتی یا خدا، ولی نگران پیچ و شتاب جی و اینجور چیزا نبودی. 215 تا رفتم، بد نیست. خب این از مغزم، حالا ببینیم ساعت هوشمند که استرابم رو اندازه گرفته هم همین رو میگه یا نه. اینجا دور دومه. بر مبنای داده‌ای که اینجا داریم به نظر میاد کم آروم شدی و داری کم کم به خود رو عادت میکنی. سطح استرابت در طول دور اول به تدریج داره کم میشه. بعد یه تیکه جالب داره. اینجا میبینی یه جهش داره که به نظر مربوط به حوالی اون لحظه‌ای که داری وارد پیچ لاوانت میشی. جالبیش اینه که داری با حد اکثر سرعتی که میتونی میری و مطمئن نیستی که بتونی سر پیچ خود رو کنترل کنی. دقیقاً همین جوری بود که گفتین. نرم افزار بنطوری آموزش دیده که استراب رو از تغییرات اکسیژن خون، نرخ تنش و تغییرات تپش قلب بفهمه. البته ترکیب این تغییرات برای همه افراد و در همه موقعیت‌ها یکسان نیست. مثلا اینجا در مورد رانندگی سرعت نفس کشیدنه که مشخصه اصلی میزان استرابه. هم بن هم تونی معتقدن اگر هر یک از ما بفهمیم چی استرابمون رو زیاد میکنه و چی تمرکزمون رو میاره پایین، میتونیم بفهمیم چه فعالیت‌هایی خوبه بکنیم تا برای یک کار مشخص آمادگی پیدا کنیم. اگه آدم بتونه قبل از اینکه یک کاری رو شروع کنه استرسش رو بیاره پایین، وقتی مشغول شد با تمرکز بیشتری میتونه کار کنه. اگه تمام مدت استرس دیم بالا باشه، اونقدر انرژی مصرف میکنی که وقتی واقعا انرژی لازم داری دیگه جونی برات نمونده. فکر کردم دیگه قسمت بعدش گذشته که یهو یه چیز غیر منتظره توی داده هم پیدا شد. نکته خیلی جالب اینه که اون لحظه‌ای که سطح استراب دوباره اوج میگیره، اونجایی که رانندگی تموم شده و میخوای از پیست بیای بیرون، نه اون موقعی که داری رانندگی میکنی. یعنی اون لحظه‌ای که راهنما میزنی تا بیای بیرون و داری سعی میکنی بفهمی کجا باید بری و همه دارن فریاد میزنن و بهت فرمون میدن. یعنی وقتی دارم 160-70 توی پیست میرونم، آرومترم تا موقعی که بهم میگن باید کجا پارک کنی. بله، شاید راننده حرفه‌ای هستی و خبر نداری. بروم نیارین لطفاً، با خبرشم دیگه خدا رو بنده نیستم. محشر بود، اصلاً پرواز میکرد. فقط کاش قبلش نهار سنگین نخورده بودم. چند وقت پیش رفتیم سراغ آخرین نسخه ایکس باکس، یعنی سری ایکس. این بار اما رفتیم سراغ رقیبش، یعنی PS5، تا ببینیم که در مقایسه با هم چجوری هست. ناگفته پیداست که پلی‌استیشن جدید ظاهر عجیب و غریبی داره، ولی فعلا یک لحظه قیافه PS5 رو رها کنید، بعدم به اونم میرسیم. زیر این چهره عجیب یک واحد پردازش گرافیکی مخصوص AMD RDNA2 گذاشتن که رهگیر پرتوی داره. یه شیوهی که میشه باهاش نور پردازی تصویر رو واقعی تر کرد. یک حافظه SSD 825 گیگابایتی هم داره که باعث میشه زمان بارگذاری به شدت کم بشه. PS5 دو مدل داره. یک مدل همه چی تموم که 450 پونده و یک درایو بلوری اولترا HD هم داره. و یک مدل ارزون‌تر 360 پوندی که فقط دیجیتال و درایو اپتیکال نداره. GPU PS5 به جز رهگیر پرتو قابلیت پخش تصویر 8K رو هم داره، هرچند ما فعلا بیشتر از 4K ندیدیم. ضمناً بالقوه باید بتونه 120 فریم در ثانیه تصویر پخش کنه، هرچند تا الان بازی ها همه 60 فریم در ثانیه بودن. بازی اسپایدرمن مایلز مورالس حقیقتاً قشنگه. اونجوری که ایشون از در و دیوار ساختمان‌های نیویورک بالا میره و تاب میخوره و میپره، آدم از تماشاش خسته نمیشه. دیگه زدن آدم بدای داستان و پرتاب تارهای عنکبوتی که بماند. همین تصاویری که شاخصی دستگاه جدید سونیه. توی بازی استرو بازیکن یک ربات کوچولوی با نمکی که درون خود کنسول یک سری عملیات ماجراجویانه داره.
تردیدی نیست که بعضی از این تجربه تحت تأثیر بسترها و بازی‌های ماجراجویانه دیگه بوده، اما اصل کار نمایش کنترل دوال سنس PS5 که متناسب با اتفاقات توی بازی زیر دست بازیکن تکون می‌خوره و می‌لرزه. یک موضوع دیگه که توجه همه رو جلب کرده اندازه جعبه PS5 واقعا گنده است، که البته بزرگ بودن جعبه مشکل ایجاد نمی‌کنه. مشکل اصلی PS5 رقابت با Xbox سری X. سری X هم مثل PS5 گرافیکش رو بهتر کرده. درایو SSD خیلی سریع هم روش گذاشتن که زمان بارگذاری رو میاره پایین. Xbox جدید هم مثل PS5 دو مدل داره. یکی سری X و سری S که ضعیف‌تر از X. یک ویژگی Xbox که PS5 اون رو نداره شروع مجدد سریه، یعنی میتونی در عرض چند ثانیه از یک بازی بری به یک بازی دیگه و از هر جا که اون یکی رو ول کرده بودی ادامه بدی. اما برگ برنده مایکروسافت برای Xbox گیم پسه، یه جور سرویس اشتراکی شبیه نتفلیکس که شما هر ماه یک پول مشخص میدی و در ازاش به صدها بازی دسترسی داری. از نظر ما گیم پاس Xbox اهمیت حیاتی برای پلتفرممون داره. تلاش ما اینه که بازی کردن بی درد سر باشه، یعنی هر کسی بتونه راحت بازی های مختلف رو آزمایش کنه، بازی های جدید رو امتحان کنه. با گیم پاس کسی که اهل گیم باشه صدها گزینه برای بازی داره. با این اوصاف نهایتاً کدوم بهتره؟ واقعیت اینه که این دوتا با هم خیلی فرق دارن. تا این لحظه PS5 به نظر جدیدتر و بروزتر میاد، احتمالاً به این خاطر که بازیهایی که تا الان به بازار اومده بهتر قابلیت های این کنسول رو نشون میدن. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد با موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.